2:59 است. بریم سراغ آقای یزدان خداوندلو در آلمان. امیدواریم ایشون حالشون خوب باشه و بذارید من این فیسبوک یه ساعت و نیم بیشتر نمیذاره ما برنامه پخش کنیم، میخواد تموم بشه. بذارید من اینو شروع کنم که تمام برنامه آقای خداوندلو رو هم دوستان بتونن از فیسبوک دنبال کنن. آقای خداوندلو، اگر شما فیسبوکی روشن دارید یا پروگرام روشن دارید، لطف کنید اونها رو خاموش کنید، فقط با اسکایپ با اینترنتی قوی با هم باشیم. یک لحظه هم به من وقت بدید تا برنامه رو از نو شروع کنیم با شما و با سلامی به شما. گوشی خدمتتون باشه و الان میام خدمت شما. آقای یزدان خداوندلو، دوستان فیسبوک ایشون رو حتما برید ببینید، چند تا صفحه فیسبوک پر مشتری، نه مشتری برای جایی که چیزی بخوان بفروشن و چیزی خرید فروش بشه، پر طرفدار، دوستدار، پر چی میگیم، بازدید کننده، ویزیتور. آقای خداوندلو سلام به شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه، این شما و این هم دوستان بیننده و شنونده. من در قسمت اول برنامه خودم گفتم که شما امروز میخواین درباره اسلام شناسی سنتی در برابر دین شناسی مدرن صحبت کنید. سوالاتی هم هست، تاپیک های مختلفی هست که هر وقت شما اجازه بدین اونها رو من مطرح میکنم، شما صحبت میکنید. ولی همینجا به دوستان بیننده شنونده از طریق فیسبوک، یوتیوب، مردم تیوی، هر جایی که ما رو میبینن یا میشنون، چون بعضی از رادیوها هم گویا صدای ما رو پخش میکنن، این رو میگم که آقای خداوندلو خودشون بارها گفتن که شما هم میتونید انتقاد کنید، میتونید نظر خودتون رو بگید و میتونید حتی بیاین برنامه خودتون رو داشته باشید، حالا چه در مقابل برنامه ایشون چه برنامه مستقل صحبت کنید. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. درود بر شما آقای سوربی و بینندگان و شنوندگان شما. امروز من میخوام درباره یک موضوع بسیار مهم صحبت بکنم و اون هم اسلام شناسی و سنتی در برابر دین شناسی مدرن هست. حالا شما دوست دارید که این رو من شروع کنم به خوندنش یا اینی که قبلا یک مقدمه با هم داشته باشیم درباره اینکه چرا من این مطلب رو دارم مطرح میکنم؟ هر جور که میل شماست، چون این مقاله رو فرستادید اگه میخواین من الان دارم نشون میدم، شما میتونید بخونید، بعد چه من چه دوستان اگر سوالی باشه میتونیم صحبت کنیم. ضمن شما لطف کردید عکس چند تا کتابو ارسال کردید و اونها رو هم هر وقت که خواستید بگید من اینجا نشون میدم. بسیار، مطلب رو من آغاز میکنم، یه پاراگرافشو میخونم و بعد بحثم رو آغاز کنیم. اسلام شناسی سنتی در برابر دین شناسی مدرن، قسمت اول. بیش از یک هزاره برداشت تاریخی ایرانیان از منشأ اصول دیانت اسلامی و نحوه پیدایی قرآن و شخصیت محمد توسط احادیث و تبیین پیش عقلانی مفسرین سنتی بر بنیاد نقل قول‌های شفاهی در پیکر فرهنگی ما متراکم شده و شکی نیست که تغییر الگوهای تثبیت شده، یعنی اون چیزی که شما یا دیگران همه باور کردن، آشفتگی، شک و تردید در روان باورمندان عوام و دین خویان تحصیل کرده ایجاد میکنند. حال پس از 12 قرن انگوش شمار پژوهندگانی هوشمند و مسلح به شیوه های مدرن تحقیق بر این باورند که اسلام در کاروان شهر مکه و مدینه شکل نگرفته، پیامبری به نام محمد وجود خارجی نداشته و اگر وجود داشته آن محمد اسطوره‌ای نیست که در احادیث آمده، جنگ های قادسیه و نهاوند اتفاق نیفتاده، تهاجم نظامی اسلامی به ایران رخ نداده و
و خلفای راشدین محصول افسانه پردازی های سادلوحانه در راستای اهداف استعماری دولت بیزانس برای از میان برداشتن امپراتوری ساسانی از جغرافیای سیاسی جهان و حذف دیانت زرتشتی از صحنه بوده است. خب پس با این موضوعی که شما میگید، حالا باید بریم سراغ اونهایی که تحقیق کردند و کتاب نوشتند و منتشر کردند. در این مورد لطف کنید صحبت کنید. ببینید آقای سوربی، این مفسرین در اینجا، ما صحبت از مفسرین سنتی میکنیم، یعنی تمام این مطالبی که درباره قرآن و محمد و پیدایی دیانتی به نام دیانت اسلامی بر اساس تفاسیر سنتی توسط افرادی مثلا مثل این آقا، الان من دونه دونه کتاب های اینا رو نشون میدم به شما. یکی از مشهورترین آنها این کتابه، تاریخ طبری. تاریخ طبری 16 جلده. این کتاب زمانی نوشته شده که 150 تا 200 سال بعد از فروپاشی امپراتوری ساسانی صورت گرفته، یعنی سند مکتوب نداشتن. بر اساس نقل قول هایی که بابام چجوری گفت، یکی دیگه از اون کتاب ها این مروج الذهبه، اینه مال مسعودی، 2 جلد، بیش از 1500 صفحه. کتاب دیگه سیرت، اینه سیرت رسول الله، اینم 2 جلد که ابو اسحاق محمد همدانی. و بعد اون چیزی که نویسندگان امروز ما به عنوان نمونه مثلا آقای زرینکوب در کتاب 2 قرن سکوتش، 2 قرن سکوت زرینکوب اشاره میکنه، ایشون عموما اطلاعاتشو متکی به این کتابه. ببینید تاریخ سیستان، نویسندش هم مشخص نیست، 5 قرن بعد از فروریزی امپراتوری ساسانی این کتاب بر اساس نقل قولهای شفاهی نوشته شده. حال بعد از 1300 سال یک تعداد نویسندگانی هوشمند بر اساس تحقیقهای مدرن که یکی از اونها این آقا هستش، کارل هاینز اورلیش، کتابی نوشته از بغداد به مرو. شما میتونید این آقای، عکس آقای هاینز اورلیش رو هم نشون بدید. بعد فرد دیگری به نام فولکر پاپ کتابی دیگه نوشته، این هستش به نام آغاز اسلام، یعنی که چگونه از اوگاریت به سامره، در اینجا توضیح میده. و کتاب دیگه ای هستش به نام ام الکتاب، اینه، اینها جدیدن در اومدن بیرون در این 25 سال اخیر، آقای ایوانوف این رو نوشته. اینها افرادی هستند که به زبان لاتین و یونانی تسلط داشتن، رفتن تمام اون صومعه هایی که در امپراتوری بیزانس وجود داشته و امروز در قلمرو روسیه و صربستان و اون شرق اروپا کشورها هستش، اونجاها رو رفتن گشتن، به یه سری از منابع دسترسی پیدا کردن و بر اساس این منابع رابطه بین امپراتوری ساسانی و بیزانس رو بازنگری کردن، دوباره نویسی کردن. کتاب دیگه ای رو خانم چیز نوشته، اعراب قول و هوش امپراتوری ساسانی و ایران، مال خانم پیکولوسیایا، اینجا الان هستش، نمیدونم کجا هستش. کتاب دیگه ای رو که در ظرف این 20 سال اخیر نوشته شده این هست، امپراتوری هخامنشی، نویسندهش پیر بریان،
این فرانسوی هستش 20 سال اخیر نوشته، که در اینجا توضیح میده تمام اون حرفایی رو که مفصلیات یونانی ها میگن قرض ورزانه بوده. بنابراین در اینجا حال کتاب دیگری هم که در این زمینه هست، تاریخ اسلام کمبریج، دو جلد نزدیک 3000 صفحه است، که انگلیسی‌ها اینو تدوین کردن. یعنی همون حرفایی رو که مفسرین سنتی یادداشت کردن رو اینا جمع‌آوری کردن، باز دو مرتبه به خورد ما دادن. این تاریخ اسلام کمبریج مثلا یعنی دانشگاه کمبریج تدریس؟ نه، درباره همین انستیتوهای استعماری انگلیس که در چیز درست کردن، اینا رو اینا میشینن تدوین میکنن و برای ما ادبیات درست میکنن. حالا یه سوالی، این کتابایی که شما اسم بردید اینجوری که گفتید، اینها منکره اصلا اون تاریخی که حالا یا شفاهی بوده یا شایعه بوده، هرچی منکر اون شدن، آیا این عصبانیت این به اصطلاح مذهبیونه، حالا چه شیعه چه سنی، رو بر نمی انگیزه که اونها همون فتوایی رو که مثلا برای سلمان رشدی دادن برای اینها بدن؟ بله، برای اینا میدن. حالا در همین مقاله من به این مسئله اشاره میکنم و مترجم همین کتابم هم آقای بیت الله بی نیاز که اینا رو ترجمه کرده به اینجا اشاره کرده. من ادامه میدم. خب حالا اینجا شما سوال کرده بود که تعدادی از این کتاب ها رو که منتشر شده رو نشان بدید و نشان دادم. ممنونم. در اثبات این ادعا، پژوهش های نوین درباره خیزشگاه و دو قرن نخستین اسلام مرحله آغازین خود را میگذارند و ابزار کاوش‌های نوین محققین نسل جدید نگاه انتقادی تاریخی به منابع اولیه اسلامی است، زیرا تاریخ اسلام در اقلیم‌های تحت سلطه بر اساس چند کتاب مشخص نوشته شده است. این آثار تقریبا دو سده پس از شکل‌گیری دولت خلافت، هنگامی که خلفای اموی و عباسی برای مشروعیت در حکومت نیازمند اساسنامه مدون بودند، به نگارش در آمده است، که عبارتند از مربوج الذهب اثر مسعودی، سیره محمد از ابن هشام، تاریخ تبری اثر محمد ابن جریر تبری، المغازی اثر ابن واقدی، طبقات از ابن سعد و کتاب‌های دیگری مانند فتح البدان و بلازری و الفهرست ابن ندیم، هم به گونه بازنویسی آن چهار کتاب اصلی هستند. اسلام‌شناسی سنتی غرب نیز به جز چند استثنا منابع نامبرده را بدون سنجش علمی به مثابه اسناد و مدارک اصیل تاریخی در نظر گرفته و شک و تردید در درستی و نادرستی اطلاعات گزارش شده در این کتاب ها را با متدهای مدرن عقلانی و اکادمیک مورد بررسی قرار نداده و تصور کردن که این اطلاعات معتبر هستند. طبق گزارش رویدادنگاران اسلامی، در سال 507 میلادی در شبه جزیره عربستان شخصی به نام محمد متولد شد. اینجا نوشتید 570؟ بله، 570 میلادی در شبه جزیره عربستان شخصی به نام محمد متولد شد که در سن 25 سالگی با زن 40 ساله و تاجر پیشه به نام خدیجه ازدواج کرده و هنگامی که به سن 40 سالگی میرسد، الله از طریق جبرئیل او را به پیامبری قوم عرب برمی‌گزیند و الله عربی پیام‌های خود را به تدریج در قالب سوره ها و آیات به زبان عربی به محمد می‌رساند و بدین ترتیب دیانت اسلامی از دو کیفیت برخوردار می‌شود: یک، وحیانی بودن قرآن، دو، زبان عربی به عنوان کلام الهی. و راویان اسلام ادامه می‌دهند که پیامبر تا زمانی که همسرش خدیجه زنده بود در مکه زندگی می‌کرد و به دلیل تهدید ثروتمندان کاروان شهر مکه مجبور می‌شود در سال 622 میلادی زادگاه خود را ترک و به سوی یثرب مدینه بعدی فرار کند، که آن را آغاز گاه شماری هجری اسلامی در نظر می‌گیرند و سرانجام در سال 632 میلادی فوت می‌کند و پس از او چهار خلیفه ابوبکر، عمر، عثمان و علی بین سال‌های
632 تا 661 میلادی که به خلفای راشدین شهرت دارند جانشین او میشوند و در دور بعدی از سال 661 میلادی معاویه نخستین سلسله حاکمان اسلامی را به نام بنی امیه پایگذاری میکنند و پس از بنی امیه عباسیان در 750 میلادی به کمک ایرانیان و سرکردگی ابو مسلم خراسانی تکه بر کرسی قدرت در امپراتوری خلافت اسلامی میزنند و در مورد ایران چنین آمده که اعراب مسلمان طی دو جنگ قادسیه در سال 635 و نهاوند در 642 میلادی توانستند آخرین پادشاه ساسانی یزدگرد سوم را شکست داده و بر ایران چیره شوند. این فشرده است از تاریخ اسلام که گزارشگران اسلامی در کتاب‌های نامبرده در اختیار ما قرار داده و بسیاری از تحلیلگران بر اساس این گزارشات ناسنجیده به بررسی، بازنویسی و تفسیر اسلام و نوشتن تاریخ کشورهای اسلامی پرداختند. خب در اینجا سوالی دارید شما؟ بله، یکی این که اینجوری شما اون فلسفه و باور وحی و اینا رو زیر سوال میبرید دیگه. بله دیگه، شما بله. اگر ببینید آقای سوربی، امروز ما در قرن 21 زندگی میکنیم، اگر بپذیریم که خداوند به کسی وحی کرده باید مغزش پارسنگ بزرگ برداره و بعد این مسئله که در اینجا شما مطرح کردید، ابو مسلم از کجا پیدا شد؟ خب شما در نظر بگیرین درباره همین ابو مسلم که فردی بوده از خراسان بزرگ نزدیک افغانستان، در اونجا لشکر میکشه میره بغداد که یه چیزی معادل 1500 تا 2000 کیلومتر و یک دودمان اموی رو برمیداره، دودمان دیگه عباسی رو میگذاره. این بابا دارای چه پشتوانه بوده؟ پشتوانه اینها این بوده که در اون زمان ساسانیان مدت 350 تا 400 سال ساسانیان یعنی با دولت امپراتوری بیزانس در جنگ بودن و منطقه ای که این درگیری ها صورت می گرفته همین میان رودان فعلی مثل سرزمین عراق، سوریه، لبنان، اسرائیل و حتی شبه جزیره سینان رو در بر می گرفته. گاهی این مناطق در اختیار امپراتوری ساسانی بود، زمانی در اختیار امپراتوری بیزانس قرار می گرفت و بعد یکی از سیاست های امپراتوران ساسانی این بوده که این افرادی که در اونجا قبائل مختلفی مثل قسطانیان و لخمیان و امویان و اونجای مستقر می شدن و منشأ همه اونها همون یمن بود، از اون یمن هی مرتب کوچ می کردن می اومدن اونجا در دو شاخه نام قسطانیان و لخمیان. این لخمیان تابع دولت ساسانی بود، اون قسطانیان تابع دولت بیزانس بودن. اینا تو این مناطق زندگی میکردن و این کشمکش ها عموما در این منطقه صورت میگرفت و دولت ساسانی مرتب این افراد را جمع میکرد میوورد در ایران در نقاط مختلف، تو همین میان رودان، عراق فعلی، در خراسان بزرگ، در سیستان و بلوچستان، اینجاها مستقر میکرد. منشأ ابو مسلم خراسانی هم یکی از همین این افراد هست، یعنی یکی از همین گروه هایی هست که اوورده بودن در این 2300 سال آخرین امپراتوری ساسانی در اونجا مستقر کرده بودن. حتی یعقوب لیث که در اونجا مثلا میاد میره برای بغداد لشکر میکشه، اونم خانواداش از همین افراد بوده، یعنی مهاجرینی بوده که دولت ساسانی اونجا برمیداشته میورده، اون موقع در سیستان که خوش آب و هوا هم بوده در اونجا مستقر میکرده. بعدها وقتی که امپراتوری ساسانی فرو میریزه توسط همین گروه ها، یعنی گروه هایی که در اونجا مستقر کرده بودن و کم هم نبودن و در اردوگاه های خودشون زندگی میکردن، زبان عربی و غیره را هم حفظ کرده بودن، سنت هاشون حفظ کرده بودن، اینا بعد از 150 سال کشمکش با هم سرانجام دولت خلافت رو تشکیل میدن. خب بسیار ممنون. ماجرای کشورهایی که بین دو تا رودخونه هستن، منظورتون رود دجله و فرات دیگه نه؟ بله، میان رودان، همه این میان رودان، من یه مقاله درباره منشأ داعش که نوشتم این میان رودان رو توصیف کردم که این ناحیه یعنی تقریبا غرب ایران تا سواحل شرقی دریای مدیترانه رو، این منطقه رو
ما در واقع میان رودان در نظر میگیریم و در 4000 سال اخیر عموما این منطقه دارای یک دولت مقتدر ملی و چیز نیرومند نبوده، عموما حاکمانش کوچک و تحت حمایت امپراتوری آشور، بعد ایران، بعد امپراتوری روم شرقی همون بیزانس اینا قرار داشتن و هیچ وقت برای یک دوره آرامش طولانی رو اینا اثر نگذاروندن. همون چیزی که تو جغرافی به ما میگفتن بین النهرین. بله ما میگفتن بین النهرین، ما امروز داریم میگیم میان رودان این منطقه رو شامل بشه. و الان هم نگاه میکنیم میبینیم که بازم توی همین 2000 سال اخیر یه به کمک درآمدهای نفت یه دولت عراقی تشکیل شد و نیرومندترینشون در منطقه بود که سرانجام اونم فروریخت و امروز الان دیگه عراق تجزیه شده و دولت مستقلی در اونجا نیست. سوریه هم به همین هم. خب ادامه میدم. به طوری که گفته شد منابع تاریخی اسلامی حداقل 150 سال پس از تشکیل دولت خلافت که بعداً مزین به اسلامی که وارث امپراتوری فروپاشیده ساسانی شد به نگارش در آمده و تمام این نوشته ها بر اساس تاریخ شفاهی این گونه صورت گرفته که از پدر بزرگم شنیدم که اون نیز از جدش شنیده بود که فلان کس به او گفته که پدرش از عموزادهش شنیده که به او نقل میکرد و امروز میدانیم که حتی بخش بزرگی از گزارشاتی که از انقلاب اکتبر روسیه در 1917 میلادی رهبری لنین به ما رسیده اسطوره‌ای بیش نبوده و انقلاب اکتبر نه آنگونه که تاریخ نویسان کمونیست روسی نوشتن درست بوده و نه آن شکلی که سرگئی آیزنشتاین کارگردان و تئوریسین سینما در فیلم اکتبر به ما نشان داده است. حتی اطلاعات و آگاهی های ما از انقلاب مشروطه انباشتن اشتباه به گزارشات نادرست است و با یک محاسبه سرانگشتی میتوان حساب کرد که تاریخ نگاری اسلامی که دست کم 150 سال پس از شکل‌گیری اسلام نگارش یافته تا چه اندازه آلوده به افسانه پردازی است، آن هم در 1200 سال پیش. مورخی که میخواهد به روش علمی به سنجش تاریخ در این یا اون حوزه بپردازد نمیتواند به هر نوشته‌ای به عنوان سند و مدرک بنگرد. اطلاعات و گزارش تاریخی به دست آمده باید با منابع دیگر تطبیق داده شود تا بتوان به واقعیت نزدیک شد. ما تاریخ گذشته را به طور دقیق و کامل نمیتوانیم بازسازی کنیم ولی می توانیم با اتکا به منابع گوناگون مانند پژوهش‌های علمی معاصر، سنگ‌نگارها، سکه‌ها، یافته‌های باستان‌شناسی، برشی نسبتاً دقیق از زمان مورد تحقیق رسم نماییم. مورخی که بدون کنجکاوی، شک و تردید به منابع تاریخی می‌نگرد و به هر دلیلی از مقایسه تطبیقی می‌گریزد، تنها کاری که میکند باز تولید سرمشق‌های منجمد در الگوی تثبیت شده است. ما اساساً چیزی به نام واقعیت تاریخی نداریم بلکه گزارش‌های تثبیت شده تاریخی در اختیار داریم و تصور مسلمانان جهان از تاریخ شکل‌گیری اسلام همان باورهای منجمد و کوهی از مهملات به سنت تبدیل شده مسلط بر افکار عمومی است که به تفکری غالب مبدل شده و در میدان پرتنش بقا بخشی از آن کشمکش بر سر قدرت و عموماً به دستور پیروزمندان در سلطه بر مغلوبان به نگارش در آمده است. خب. بسیار ممنونم. این در رابطه با اینکه محققین میتونن یا باید اینجوری باشن و از اون حدیث و شنیده ها به اصطلاح استفاده نکنن تاریخو بنویسن، خب شما نمونه ای هم دارید چون اون طبری و اینا رو شما گفتید اینا بی خود همه حدیث بوده. بله ببینین یکی از مشکلات تاریخ نگاری ما این استش که این افراد مثلا مثل آقای مسعودی یا دیگران که کوهی از این آثار به وجود آوردن، اینا عموما بین تئوری و شخصیتشون اگه بررسی بکنیم بین تئوری و پراتیک بیشتر تئوری گرا هستن و جمعی تئوری ها رو باید به محک عمل زد تا صحت و صحومشون ثابت بشه. در بین محققان جدید یعنی همین مثلا این آقای فولکر پوپ و این کارل هاینز اورلیش
این کارل هاینز دورلیش رو عکسش رو لطفا نشون بدید که داره یک کاری رو میکنه، یعنی یه انسان کارورزی هست. ایشان از یعنی شخصیتش رو که مورد بررسی قرار بدید بیشتر پرکتیکره تا تئوریگر، بیشتر عملگرا هست. مثل که داره با یه ماشین تراشکاری کار میکنه. بله داره با یه دونه تراشکاری کار میکنه و طبیعتاً بهترین محققات این افرادی هستن که از حوزه پراتیک به تئوری اومدن و بیشتر مفسرین ما عموماً فقط تئوریگرا هستن، نشستن همینطوری یه سری حرفای رو سر هم کردن بدون اینکه ساعت و سوقمش رو به محک عمل بزنن. و همین خاطر است که این آقا برای من بسیار شخصیت جالبی هست و خود من هم به عنوان یک کسی به عنوان آسیب شناس در آزمایشگاه یه شخصیت هم رو میخوایی بررسی بکنید بیشتر عملگرا هستم تا تئوریگرا. تو همین اواخر هستش که یواش یواش دارم تئوری هم میصادر میکنم، مطابق بیشتر از حوزه عمل دارم میام به حوزه نظر. بله اون قسمتی هم که شما گفتید معمولا تاریخ رو اونایی که پیروز شدن نوشتن اون خیلی جالب بود، اگه یه مقدارم درباره اون صحبت کنید. بله عموما نگاه میکنیم این تاریخ هایی که نوشته شده بر اساس فرمان پیروزمندان بوده. شما کمتر تاریخ پیدا میکنید که مثلا یک محققی بشینه بر اساس یافته های خودش. این اواخر هستش که یه تعدادی نشستن بر اساس اندیشه های خودشون یه سری تاریخ های نوشتن. تا قبل از این تمام تاریخ ها به دستور این و اون صورت نوشته می شده و به همین خاطر هستش که بسیاری از نویسندگان هستن که اثر خودشون رو به نام اون آقا که اربابش بوده به نام اون چیز کردن، اون کسی که به اصطلاح حقوق داده یا بله پولشو داده حقوق داده یا اجازه انتشارشو داده به نام اون، به نام حاکم وقت چیز کردن. بسیار ممنون بفهم. حالا پژوهشگران مدرن در برابر اسلام شناسی سنتی ابزار پژوهشگران نسل جدید نگاه انتقادی به منابع نامبردی اسلامی است که بر مبنای تاریخ شفاهی غیر قابل اعتماد نوشته شده است که فاقد هر گونه انسجام تاریخی و اخلاقی است و برخلاف اسلام شناسان و برخلاف اسلام شناسان قدیم پژوهشگران نسل جدید بر این باورند که روند شکل‌گیری اسلام بسیار پیچیده و آلوده به تفاوت‌های سیاستمدارانه است و این گونه نبوده که پیامبری بی سواد در مکه ظهور کرده و خداوند در طریق جبرئیل قرآن را به او نازل نموده و یک بار دینی جدید به نام اسلام شکل گرفته باشد، زیرا کاروان شهر مکه که محل تجمع افرادی از قبائل عرب بوده که در امر باربری و صدور کالا بین دو حوزه مدنیت یمن و سواحل دریای مدیترانه مشغول بودند، اصولا توانمندی لازم در تولید چنین منظومه عظیم به نام قرآن را نداشته. خب اینجوری که شما میگید اولم صحبت که کردید گفتید که مثلا حضرت محمد به این صورت نبوده یا جنگ های نظامی به اون صورت نبوده. خب بعد یه جاهایی شما وقتی که میگید به اصطلاح اینجوری نبوده باید اونی رو که بوده بتونید توضیح بدید. ببینید عزیزم برای پیدایی یک دین که اگر به اون هرم مثلث گونش توجه کنید توحید در قاعده نبوت و معاد و خدا در اون بالا، ابتدا این عناصر اولیه در ذهنان اسطوره ها به بار می نشینه و اسطوره ها در بطن نظام های درازدامن دامداری و کشاورزی پا به هستی میگذاره. حالا شما باید مشکوک بشید که این دین چگونه در شبه جزیره عربستان ناحیه حجاز و مکه که نه کشاورزی درازدامن داشته نه دامپروری داشته، تنها یه شهر بوده که از ممر درآمد کالا یعنی باربری به یه رونق نسبی رسیده بود، چگونه میتونه اونجای همچین منظومه ای رو به وجود بیاره؟ ما باید مشکوک بشیم به این مسئله. یه دونه عکسی رو من برای شما فرستادم که مکه رو یکی از کوچه های مکه رو داره نشون میده. بله بله شما اگر این کوچه رو مثلا میره نشون بدی
در اونجا میبینید که جماعتی رو داره نشون میده که این جماعت توانمندی نگارش یه همچین منظومه عظیمی به نام قرآن رو ندارن. خب اون توضیح چرا که در قرآن وقتی که شما برخورد میکنید نگاه میکنید میبینید که جملاتی وجود داره که محصول تفکر آکادمیسیان هاست. اونی که توضیح میدن میگن که سلمان فارسی چون ناراضی بوده از موبدان و زرتشتیان و سیستم حکومتی ایران، وقتی که میشنوه یه همچین حرکتی اونجا بوده میره اونجا و حتی معلم پیغمبر اون بوده، میگن اون بهش سواد یاد داده یا حتی اینا رو گفته و کپی زرد چیزایی هست که توی خود شما هم توی نوشته‌هاتون نوشتید که مثلا حتی اون پل صراط یه چیزی هست که اسمشو خودتون نوشته بودید که در زرتشتی هم هست، پل چینود. بله، اون توضیحی که اونا دادن حقیقتا قابل قبوله که یه نفر ناراضی از این سیستمی که خب به قول شما آکادمیک هم بوده و بر سلمان پارسی دانشمندی بوده رفته اونجا این کار کرده. حالا اگه وحی یا اینا رو شما اصلا بگی درست نبوده، که منم باور دارم که درست نبوده و اینها برای که به مردم اون زمان یه چیزایی رو بگن، نمیتونستن بگن ما بیشتر از شما میفهمیم، گفتن خدا گفته. اون ولی این میشه خیلی ساده توضیح داد که سلمان پارسی این کاری کرده. از کتابای انجیل و تورات و حالا اوستا که میگن همه شعر رو نمیدونم چیز هست، این در صورت از اونها برداشته اینو درست کرده و نوشته و قرآن هم میگن که بعدن نوشته شده، چون مثل اونم مثل انجیل همون موقع نبوده یا بره توی غار از غار بیاد بیرون مثل موسی سنگ دستش باشه و کتیبه دستش باشه، اینجوری نبوده. بله، اولا درباره این سلمان پارسی یه شخصیتی هستش بسیار مشکوک. حالا درسته که گفتن یکی از ناراضیان بوده، خب اصلا امپراتوری ساسانی فرو ریخت به علت وجود همین ناراضیان بوده دیگه. اگه همه راضی بودن که خب این امپراتوری فرو نمی‌ریخت. حالا یکی از اینها هم سلمانی بوده و این شاید بلند شده رفته طرف شامات، در اونجا مثلا با همین قافله های کاروانی که مثلا این در دسته چیز بنی امیه و نمیدونم ابو طالب و اونا چیزا اونجا داشتن سرچون میکردن، با این گروه ها برخورد کرده و یه سری حرف هایی هم زده، ولی ما سند مکتوب نداریم که نشون بده که بله یه همچین چیزی رو سلمان پارسی این حرفا رو به اونا گفته. سلمان پارسی از کجا گفته؟ 150 سال بعد از فروریزی امپراتوری ساسانی یواش یواش اون دولت خلافت که تشکیل میشه به تدریج میان براش اساسنامه ای رو تنظیم میکنن به نام قرآن. در نظر بگیرید در همون سالهای اولیه که امپراتوری ساسانی فرو میریزه و خلافت این دولت خلافت به وجود میاد، قبلگاه همین افراد مسلمین که ما داریم میگیم قبلگاهشون اون بیت المقدس بوده، بعد همونجا با یهودی ها و مسیحی ها مشکل پیدا میکنن. یهودی ها اینا رو تحقیر میکردن که شما اصلا قبلگاهی برای خودشون ندارید. خب ما هم که قبلا خودمون با دست خودمون قبلگاه خودمون یعنی آتشکده ها رو از بین برده بودیم، بنابراین اینا در جستجوی قبلگاه هستن که ناگهان نه بعد از 150 سال به فکرشون میرسه که این قبلگاه رو از مکه به مدینه، از بیت المقدس به مکه منتقل کنن، یعنی دیدگاه رو به اون طرف چیز بکنن. و اتفاقا در اونجا هم یه دونه چهار دیواری بوده که قبلا زرتشتی ها اونجا ساخته بودن، محل نمیدونم قرار دادن چیزا یارو بوده که اونجا رو یواش یواش به تدریج به عنوان یک چیز خانه کعبه در نظر میگیرن. اما درباره این شاکله وحی من میخوام یه مقداری درباره شاکله وحی مطلبی رو نوشتم، اونو برای شما در این وسط بخونم. شاکله وحی چگونه صیغه است در الهیات اسلامی؟ درباره وحی چه نگفتن؟ وحی پیامی الهی که توسط فرشته یا بدون او به پیامبر القا می شود که ایشان هم واسطه را درک می کنند و هم مبدا پیام را می دانند. وحی نوعی حدس و الهام است که در لغت به هر نوع القاء آگاهی نظیر اشاره
آواز، ندا، رویا و بشارت گفته می شود. حال ببینیم در روانشناسی جدید الهام و بشارت چگونه پدیده است و القاء آگاهی به وساطت حس ششم که به آن قدرت شهود گفته می شود پیشبینی وقایع چگونه صورت می گیرد. حس ششم، پی بردن به بعضی از مسائل از طریق الهام یا احساس درونی است که در مورد وقایع احتمالی به انسان هشدارهایی می دهد. ابداع واژه حس ششم برای اولین بار توسط روانشناس آلمانی به نام رادولف تیشنر مطرح شد. مسلم است که حس ششم برای حدس، پیشبینی و یافتن راه حل به اطلاعات حاصل از پنج حواس نیازمند است، چون یافتن راه حل و پیشبینی آن در مغزی انباشته از خلأ صورت نمیگیرد و به پشتوانه فرهنگی، تجربه و اطلاعات پایه نیازمند است که در مواقع اطلاعات بایگانه شده در ناخودآگاه ناگهان یا آرام و به تدریج پس از خوابی آرامش بخش در خودآگاه ما سرریز می شود که در این مقطع مغز انسان با تمام ظرفیت به کار می افتد و کلید قفل مشکلات به دست می آید. در نتیجه حس ششم برایند پنج حواس به اضافه تجربه در حوزه نظر و عمل است و کاشفان و مخترعین که دستن در کار ابداعاتند با آن بیگانه نیستند. حال ببینیم خصوصیات روحی و روانی محمدی که فرض میکنن محمد ابن عبدالله چگونه گریبانگیر شاکره وحی بوده و از آن برای یافتن راه حلها و صدور فرامین استفاده میکرده. میدانیم که محمد نبی عربی به بیماری سر یا قش مبتلا بوده. درباره این بیماری و حالات جسمی و روانی بیمار چنین آمده است: بیماری سر به انگلیسی اپیلپسی در نورولوژی به حالتی گفته می شود که شخص با پایین آمدن قند و کمبود کلسیم در خون پیوسته دچار تشنج می شود. گاه علت سر وجود غده در مغز و بیماری هایی که بر رگهای عصبی اثر می گذارد یا انبوه سموم می باشد. علائم بالینی آن تب بالا و تشنج ناشی از آن است. در این حالت بیمار دچار قش می شود که ناگزیر است بر زمین نشسته یا دراز بکشد. در حال اغما و بیشهوشی دست و پا می زند، دهانش کف می کند و تمام سر و تنش به شدت می لرزد که در این مرحله سیستم دفاعی بدن فعال شده و مغز برای مقابله با مرگ هورمون های لازم را به سوی کبد برای تزریق قند به خون، به سوی قلب برای بالا بردن تپش روانه می کند و قلب با دریافت آن با تمام ظرفیت برونده داخل پرانتز پمپاژ خود را بالا برده و به همراه خون مقدار فراوانی مواد قندی، کلسیم و اکسیژن به سوی مغز اعزام می کند و بخش های خفته مغز به تدریج از حالت وقفه و اغما خارج و لبریز از مواد حیاتی گردیده و به نشاط می رسد که در این سرخوشی هوشمندی آن به بالاترین درجه ارتقا می یابد و حس ششم فعال و چالاک می شود و شهود در نزد هوشمندان، توجه کنید هوشمندان آن نه هر بی سوادی، هوشمندان اتفاق می افتد و کلید رمز مشکلات به دست می آید که دین باوران و خوشخیالان نام این فرایند را وحی گذاردند که محمد از مزیت این بیماری در جهت شکل دادن به افکار باورمندان استفاده میکرد. در روایت حارث ابن هشام از پیامبر سوال میکند وحی چگونه بر شما نازل میشود؟ پیامبر فرمود گاهی آن را به صورت زنگ میشنوم و آن شدیدترین نوع آن بر من است که گویی بندهای من از یکدیگر میگسلد و در این هنگام مطالب وحی شده را حفظ میکنم. منابع واقعی طبقات جلد 1 صفحه 190، مبانی رسالت انبیا در قرآن صفحه 201 تا 203، عایشه بعد از محمد کورفیشلر، صحیح بخاری جلد 2 فصل 16 صفحه فلان. اینم درباره شاکله وحیه. بسیار خب، مطلب رو من ادامه میدم. بفرمایید. پس متوجه شدید که وحی چگونه صیغه ای هستش؟ بله، تقریبا مثل همون حس ششم که فکر میکنه یا به دلش میفته یا فکر خب کرده. در اینجا شما یه سوالی مطرح کردید که شما حتی شخصیت علی را به زیر سوال میبرید. ایشان از کجا پیدا شد؟
شما کتاب دیگه ای ما داریم اینجا درباره علی، علی تاریخی، همین آقا نوشته که در اونجا درباره علی تاریخی بحث میکنه. این الان من نمیدونم کجا گذاشته بشه، در هر حال کتاب رو من عکسش رو براتون میفرستم. به موضوع ادامه میدم. آنها تا کنون چند کتاب درباره چگونگی شکل‌گیری دیانت محمدی منتشر کردند که همه نظریه های تاکنونی اسلام شناسی مبتنی بر رویدادنگاری سنتی را به چالش گرفته و در برابر آن الگوی دیگری شکل‌گیری اسلام کم و بیش منطبق با واقعیت عرضه کرده و اسلام شناسی سنتی تکراری مقلدانه توتیوار و تکرار نکرده. اسلام شناسی سنتی را تکراری مقلدانه توتیوار تکرار نکرده، بلکه تغییر اساسی در شیوه نگاه تثبیت شده به وجود آورده، یعنی شکاف در باورهای پیریزی شده پیشین. و اسلام شناسی سنتی تا کنون به این چالش برخوردی آکادمیک نداشته. اینجا جواب سوال شما رو دارم میدم، نداشته. تنها واکنش آنها به پژوهشگران وین سکوت و آمدانه یا هیاهوی بیمورد با جهتگیری سیاسی بوده. مارکوس بروس و کارل هاینز اورلیش که هر دو کتاباشون اینجا من نشون دادم، هاینز اورلیش در کتاب پیدایش یک دین، یک دین جهانی به تفصیل، میتونید اون کتاب رو هم نشون بدین که نوشته، کتاب درباره اسلام، آغاز اسلام جهانی، به تفصیل به این موضوع سکوت و چالش‌گریزی اسلام شناسی سنتی پرداختند. مورخان و پژوهشگران ایرانی، منابع تمام پژوهش‌های محققان ایرانی درباره تاریخ ایران پس از اسلام هم بر اساس همان 4 کتاب نامبرده است. مسعود انصاری در کتاب دینسازان بی خدا درباره سیره ابن هشام می نویسد. یعنی همین کتابی که نشون دادم. منظورتون دکتر پروفسور انصاری که چند مدتش فوت شد؟ بله. همین چند وقت پیش هم مثل که مرد. به انبوهی که کتاب داره که همه بر اساس همین این 4 کتاب نوشته شده و هیچ کدوم با واقعیت انطباق نمی‌دا. ابن اسحاق 80 تا 151 هجری قمری نخستین تاریخ نویس عرب تباری است که زندگی و شرح حال محمد ابن عبدالله را به رشته نگارش درآورده است. یعنی ببینید 80 تا 151 قمری، یعنی 151 سال بعد از فروریزی امپراتوری ساسانی. ابن اسحاق شرح حال و رویدادهای زندگی محمد را از فاطمه دختر منظر شنیده و در کتاب خود شرح داده و فاطمه دختر منظر و همسر هشام ابن عروه نیز آنچه را که برای ابن هشام از شرح حال محمد و زندگی او روایت کرده از مادر بزرگش اسما دختر ابوبکر خلیفه اول و ام سلمه یکی از زنان محمد و سایر افرادی که رویدادهای زندگی محمد را از دور و نزدیک به چشم دیده بودند شنیده و کتاب سیرت محمد شرح داده است. در کتاب سیرت محمد شرح داده است. پس از او ابن هشام 231 تا 218 هجری قمری، یعنی 828 تا 833 میلادی، آن کتاب را ویراستاری و پالایش کرد. با وجود این مسعود انصاری مانند دیگر پژوهشگران ساده‌لو بدون نقادی در نصوص گزارشات و با اعتماد کامل به منابع تاریخی اسلامی می‌نگرد و تمام کتاب‌های خود درباره نقد اسلام را بر اساس همین داده‌های شفاهی سنجش‌گریز به نگارش درآورده است. شوربختانه همه مورخان و اسلام‌شناسان ساده‌اندیش ایرانی مبنای پژوهش‌های خود را بر اساس همین 4 کتاب تاریخ شفاهی شنیده ها و گفته ها قرار دادن. در اینجا آقای سربی من میخوام یک خاطره ای رو برای شما نقل کنم. بفرمایید. حدود 27 سال پیش ما هر وقت که بیکار میشدم میرفتم توی کلاس های آلمانی شرکت میکردم که زبان آلمانی بهتر بشه. یکی از این خانم معلم های ما یه روز یه تجربه رو به ما نشون داد. یه مطلبی رو روی یک جمله کوتاه روی یه دونه کاغذ نوشت و تو اون کلاسی که ما تقریبا 25-26 نفر بودیم داد به دست همون خانومی که دست راستش نشد دانش آموز جیز آلبانی آموز که اومده بود اونجا، داد دست اون گفتش که اینو لزنزی بیتگانس لایزه،
یعنی اینی که خواهش می‌کنم آرام بدون صدا بخونید. بعد گفتش که خب بعد وقتی که اینو خوند پیش خودش کاغذ گرفت، گفتش که اون چیزی رو که خوندی رو تو در گوشت نفر پهلویت بگو، یه جمله بگو. ایشون اون رو تکرار کرد. بعد نفر دومی باید اون جمله رو تکرار کرد تو گوش نفر سومی و الی آخر. همینطوری که اومد به ما رسید، از اون پای به آخری که رسید به اون آخرین نفر گفتش که لطفاً اون جمله رو که شنیدی رو بلند شو پای تخته بنویس. وقتی که اون جمله رو که شنید ما با اصلش مطابقت دیدیم، زمین تا آسمان فرق کرد. یعنی در همون جا بود که من مشکوک شدم که این تاریخ شفاهی، یعنی عقل قولهای شفاهی چگونه میتونه ده. ببینید همینجا 25 نفر یه دونه جمله ساده رو وقتی گفتیم با این چیزی که صافی فیلتر این مغزا گذشت تا به اونجا که رسید کلی تغییر کرد. حالا شما در نظر بگیرید که یه تاریخی رو نوشتن بر اساس این گزارش های شفاهی، دون امن به دنبت اوتوری گفت، اون یکی به اون یکی گفت و اینا رو جمع آوری کردن و برای ما یک تاریخی به نام تاریخ اسلام تنبیه کردن. خب مطلب رو ادامه میدم. داریوش بی‌نیاز مترجم کتاب از بغداد به مرو میگوید، یعنی همین کتاب کجا گذاشتمش، از بغداد به مرو، یعنی این کتاب. ببینید شما در این کتاب داریوش بی‌نیاز مترجم کتاب از بغداد به مرو میگوید بر اساس نظر پژوهشگران نسل جدید، اسلام در آغاز یک جنبش مسیحی ایرانی سوری بوده. چرا داره اینو میگه؟ به خاطر اینه که بسیاری از این افرادی رو که مثلا انوشیروان در جنگ ها برمیداشته جمع میکرده میابرده در ایران مستقر میکرده که اونجا دیگه ناآرامی ایجاد نکنن، اینا تو اون کلونی ها میموندن. مثلا یک قبیله غسانیان رو، یه تعدادی رو 30,000 نفر رو از اونجا جمع کرده برداشته برده تو خراسان مستقر کرده، 3,000 نفر رو برداشته بوده برده بوده توی سیستان و بلوچستان مستقر کرده، یه تعدادی رو برمیداشت میابرد توی همه میان رودا توی همه بغداد فیلیون پایینا مستقر میکرد. آخر سر از درون همه این گروه ها اینا با هم دیگه متحد میشن. البته بعد از 150 سال کشمکش و درگیری، چرا که بعد از امپراتوری ساسانی ایران 150 سال دستخوش کشمکش بود، بحران بود، فلاکتی مردم افتاده بود. داریوش بی‌نیاز مترجم کتاب از بغداد به مرو میگوید بر اساس نظر پژوهشگران نسل جدید، اسلام در آغاز یک جنبش مسیحی ایرانی سوری بوده و خیزشگاه آن در خراسان بزرگ به ویژه در مرو و سوریه قرار داشت. این جریان مسیحی ایرانی سوری که پژوهشگران نسل جدید به آن نهضت قرآنی میگویند در کنار جریانات مسیحی در ایران و سوریه قرار و عاملان اصلی این جنبش قرآنی در ایران عرب‌های ساسانی بودند که در طول قرن‌ها با ایرانیان آمیخته و زبان آنان اساساً سوریانی بوده و شکست خسرو دوم یا خسرو پرویز از هراکلیوس در سال 622 میلادی از یک سو سبب شد شام، اسرائیل، شرق کرانه‌های دریای مدیترانه و مصر از نیروی نظامی ایران تخلیه شود و به دست عرب‌های متحد بیزانس بیفتد، به ویژه عرب‌های قسطانی که متحدان بیزانس بودند. مجموع متحدان بیزانس را قریش می‌گفتند. توجه می‌کنید این کلمه قریشی، قریش که انقدر ازش صحبت می‌کنند که اون موقع بهش گفتن قبیله قریش. بله، مجموع متحدان بیزانس را قریش که از واژه آرامی گرفته شده. توجه کنین که قرآن هم ابتدا به زبان آرامی نوشته شده، نه به زبان عربی. و از سوی دیگر مقدمات فروپاشی ساسانیان در اثر جنگ‌های فرساینده در درون مرزهای خود ایران اتفاق افتاد و در این زمان هیچ تهاجم نظامی اسلامی صورت نگرفته، بلکه عرب‌های ساسانی و همپیمانان ایرانی آنها در خود ایران ابتدا به صورت محلی به ویژه در خراسان و سیستان و میان رودان قدرت را به دست گرفتند.
و در حداقل و حداقل 150 سال طول کشید تا درون آن جنبش قرآنی مسیحی آن دیانتی شکل گرفت که ما امروز به عنوان اسلام می‌شناسیم. نخستین واکنش به نظریات نوین تاریخی این است که گفتن نویسنده کتاب کارل هاینز اورلیش یک مسیحی متعصب است که قصد دارد نشان دهد که اسلام هم یک جریان مسیحی بوده و کارل هاینز اورلیش به عنوان یک دینشناس در کتاب خود از بغداد به مرو می نویسد همه ادیان جهانی از یک سو تحت تاثیر ادیان پیشین قرار داشتند و از سوی دیگر متأثر از ویژگی های فرهنگ محیط خود بودند. هیچ یک از مذاهب از آسمان نازل نشدند. هر یک از آنها ادامه ادیان پیشین و در جهت شکل گیری و تکامل خود از آنها وامگیری و اقتباس کردند. در اینجا یک موضوعی رو بیان کنم. آی سوربی بفهم. در قرآن بارها میگه سوگند به زیتون. خب ما میگیم که زیتون که گیاه بومی منطقه حجاز نیست، بلکه منطقهش منجیل ما تو اون مداره، منجیل ما رو دیدین اونجا زیتون خیزه. خب این چرا به جایی که مثلا میبینی بگه سوگند به زیتون چرا نمیگه سوگند به خرما؟ اینا تناقض هاییه که ما پیدا میکنیم. نه، حالا گذشته از این ما میتونیم شک بکنیم و ها بدیم که این قرآن یا این مفاهیم نه در حجاز بلکه در شامات تو این مناطق نوشته شده که به زیتون قسم میکنه. یا مثلا حرام کردن گوشت خوک. خوک حیوان بومی منطقه حجاز نیست، مال همین مناطقه. یا اون داستانی هستش که داستان چیز سگ احزاب کرد، این سگ احزاب کف که نمیدونم اون 7 نفر 8 نفری که میرن توی اون غار مخفی میشن و بعد سنگ میشن و یه ها میکنن تو اون چیز، این در واقع تو منطقه اورشلیمه. همه این علائم و نشانه ها نشان میده که این قرآن در هنگام تدوینش در این منطقه شامات ایران فعلی در اونجا تدوین شده، نه در حجاز. چرا که حجاز توانایی تدوین چنین منظومه ای رو نداره. بله ممنون. حالا یه سوالی که من دیروزم وقتی این مقاله رو خوندم برام پیش اومد و قبلا هم گفتم اینه که خب ما الان توی خیلی از بحث ها میبینیم که دوستانی که طرفدار کوروش هستن، طرفدار اسکندر هستن، اون از خوبی های اون میگه، اون از خوبی های اون میگه، اون از خونخاری های اون میگه، اون از اون میگه. و الان این ماجرای اسلام، اسلام شناسی و اینها همونجوری که شما باز اسم بردید، پروفسور انصاری سالهای سال کتاب مینوشت و صحبت میکرد و اینها، یه سوال در مغز افرادی مثل من پیش میاد که خب حالا امروز اسلام رو شناختیم، شما جغرافیاش رو زیر سوال بردید، تاریخش رو زیر سوال بردید، شخصیتاش رو هم زیر سوال بردید. اول اینکه این چه سودی برای ما داره؟ میدونم گذشته رو بشناسیم چراغ راه آینده، ولی شما میگید تمام این گذشته چیزی جز دروغ و داستان نبوده و اون مثالی که زدید واقعا مثال خوبی بوده که یه معلم به شما ثابت کرد در یک زمان در عرض چند دقیقه با وجودی که همه حاضر هستن اون جمله اول چجوری تبدیل شد به یه جمله‌ای که اصلا هیچ نزدیکی با اون نداشته. حالا بگذاریم اینجا سالها ممکنه بین چیزها فاصله بوده یا کیلومترها بین این مکانها فاصله بوده و اینها، صحبت اینجاست که چه سودی ما میبریم از این و با این کار چه هدفی داریم. این را اگه مقدار توضیح بدید ممنون میشم. ببینید عزیزم، وقتی که ما الان درگیر شدیم با یک حکومتی که مشروعیتشو برای تکیه زدن بر قدرت، ثروت و حکومت بر ملت ایران، اون سنت رسول الله میدونه و سنت رسول الله هم بر اساس چیز قرآن هست. حالا ما داریم اصلا کل قضیهش رو داریم زیر سوال میبریم که حتی این قرآن هم متعلق به اونجا نیست، خود ما این قرآن رو نمیشتیم. ببینیم به عنوان نمونه در این قرآن چه چیزهایی رو اقتباس اسلام از اساطیر ایران باستان.
دیانتی بخواهد مدنیت با ساختاری پایدار در سلوک زیستن به وجود آورد، اصول اساسی خود را نمیتواند از خلأ و برهوت بیابان کسب کند، زیرا برای فراهم کردن نطفه بنیادین و مصالح اولیه هر دیانتی مثل توحید، نبوت، معاد و خدا ابتدا باید در ذهنان اسطوره ها بذران کاشته شود و اسطوره در بعد نظام های درازدامن دامداری و کشاورزی به بار می نشیند و دیانت اسلامی متأثر از دستاوردهای مادی و معنوی صیقل خورده و متراکم شده در پیکر مدنیت‌های همسایگان خود است، زیرا اقلیم عربستان و استان حجاز فاقد نظام دامداری و کشاورزی گسترده بوده تا دی‌ان‌آی نرم خویی و انعطاف پذیری را در روان فرزندان خود بنشاند. نمونه چنین وامگیری دار در پیدایی جهانبینی اسلامی مشاهده بکنید که برای مشخص کردن خطوط آن باید به عناصر موجود در ادیان قدیم در اقلیم خاورمیانه مخصوصا پهنه فلات ایران اشاره داشته باشیم. یک، ابتدا میترائیسم که از ریشه های کهن آن در منطقه دیانت زرتشتی، یهودی، سپس مسیحیت تولد یافت و سرانجام اسلام از جمعی آنها در جهان بینی به شکل گیری هرم مثلث‌گون خود که توحید در قاعده نبوت و معاد در ازلا و الله در رأس آن قرار دارن متأثر و استفاده کردن. عناصری که اسلام از ادیان ما قبل خود وامگیری کرده از این قرارن: یک، الله، الگوی از اهورامزدا که جایگاهش در آسمان است که بنیاد یکتاپرستی در اقلیم خاورمیانه پیریزی کرد. دو، معاد، سرنوشت فرجامی که پس از مرگ داوری در پندار، گفتار و کردار آدمیان به عمل می آید که روز قیامت می نامد. سه، پل سرات که زرتشتیان آن را پل چینیوت می گوید. چهار، بهشت برگرفته از سرای آسمانی پردیس. پنج، آخرت یا سرای جاوید. شش، جهنم که یهودیان برای عینیت بخشیدن به آن واژه کهینوم را ساختند که نام دره‌ای بود در کنار شهر اورشلیم که در آنجا هر سال کودکی را قربانی خدایان می کردن. این دره بعدها به زباله‌دانی شهر تبدیل شد. دود و آتشی که از زباله ها برمیخواست تصویری ناخوشایند به دره میداد و این مکان زشت دودزا همراه با بوی تعفن تبدیل به ابزار ترساندن کودکان شد و تهدید به انداختن در کهینوم، یعنی تو اون دره، یا به عربی جهنوم، وحشت در روان کودکان ایجاد کرد. هفت، عروج که اختباسی از میترا سوار بر عرابه خورشید به آسمان می رود. هشت، اعتقاد به ارواح که بعد فوت انسان روح او در لامکان تا روز رستاخیز باقی می ماند. نو، محراب برگرفته از محرابه زرتشتیان. محرابه زرتشتیان با هی دو چشم، محراب عربی با هی جیبی زرتشتیان که انسان در آن درگاه سجده به بت می کند تا از مقام آدمی به برده و بنده تبدیل شود. ده، باور به مهدویت برگرفته از سوشیالیسم میترائیست که روز قیامت برای گسترش عدل و داد ظهور میکند. این هایش کنم چیزای تازه نیستن که اینا دارن میگن مال ما. یازده، شیطان برگرفته از اهرمن یا انکرمینو که روی دیگر سکه خداوند است. دوازده، نماز که مسلمان در پنج نومد در 17 رکعت به سوی بتواره کعبه جهت فرومایی کردن خود دولاب راست می شود و به زبان عربی ورد می خواند. 13، ارث دختر نصف پسر و آنچه که اسلام بر پیکر خود افزوده: جهاد، زکات، غارت اموال مردم به عنوان غنیمت جنگی و تعلق گرفتن یک پنجم آن به محمد تحت عنوان خمس، زبان زور، احکام فاقد منطق، خشونت و شمشیری خون ریز که به گفته محمد بهش زیر سایه آن است. و در اثبات این سخن کافی است که به پرچم عربستان سعودی توجه کنید که بر روی آن حکمی نامعقول به این مفهوم نوشته شده که لا اله الا الله، یعنی هیچ چیز نیست جز الله، در صورت که همه چیز در طبیعت هست جز الله، و محمد رسول الله، یعنی محمد فرستاده الله است که خود الله معلوم نیست که کجا هست که ایشان فرستاده او باشد، و زیر آن یک شمشیر قرار دادن به این معنا که هر کس این حکم فاقد منطق را نپذیرد سرکارش با این آلت قتال است. خب آقای خداوندلو، ما
متاسفانه به آخر برنامه رسیدیم. اجازه بدید من به دوستان بگم که این مقاله رو کامل شما روی صفحه فیسبوک خودتون گذاشتی، خیلی هم صفحه آسون پیدا میشه، یزدان خدابند لو. میتونن این رو بخونن، اگر انتقادی دارن یا پرسشی دارن با شما مستقیما تماس بگیرن، اگر اشکالی دارن در تماس با شما میتونن با من تماس بگیرن تا از طریق ایمیل و فیسبوک و اینها به اصطلاح باهاشون در تماس بشیم. در صورت من... شما یه چند دقیقه دیگه، دو سه دقیقه دیگه انعطاف داشته باشید، این مقاله حدود 2-3-4 دقیقه دیگه تموم میشه. آقای خداوندلو متاسفانه ما سر ساعت باید، یعنی کامپیوترمون اینجوریه که قطع میشه میره رو برنامه دیگه و باید احترام بذاریم به هم دیگه، چون اگه اینجوری نباشه برنامه همه میریزه به هم. اگه اینو میخواین دنبالش رو میتونیم در برنامه آینده، هفته آینده، یا اینکه به همین صورت که دوستان مراجعه کنن اونجا اگر صحبتی دارن بعد از خوندن اون مقاله با شما تماس بگیرن. خیلی ممنونم از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خواهش میکنم. مرسی. دوستان عزیز، با آقای یزدان خدابندلو بودیم از آلمان، کلن. حتما فیسبوک ایشون رو ببینید، مقالات زیادی میذارن، ویدیوهای قشنگی میذارن، نوشته‌های خوبی میذارن. درباره ماه رمضان و مذراتش صحبت کرده بودن که من اون رو در برنامه جمعه حتما میگم. خیلی جالب گفته بودن که چه اتفاقی میفته، چه کمبودهایی در بدن ایجاد میشه. من از شما خداحافظی میکنم و به اصطلاح اون برنامه آقای مینوی ساعت 5 از تگزاس پخش میشه، ولی تا اون موقع اون ویدیوهای یا آقای یدالله طارمی یا آقای شاملو و خیام رو با هم میبینیم. روز روزگار بر شما خوش. تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. و یزدان خدابند لو، کسی که به درستی گفت از کارهای عملی امروز آمده و کارهای تحقیقی انجام میده و تحقیقاتش رو مجانی در اختیار من و شما قرار میده. روز روزگار بر شما خوش.